و در پایان این بخش خبری گزارش ورزشی، هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار ادامه داشت. سپاهان اصفهان در اهواز مقابل فولاد خوزستان متوقف شد و ماشین سازی تبریز در خانه حریف 1-0 پارس جنوبی جم را شکست داد. گزارشی در این ارتباط. حساس‌ترین بازی‌های هفته 22 رقابت لیگ برتر فوتبال کشورم در ادامه مسابقات هفته 22 لیگ برتر فوتبال ایران، سپاهان اصفهان در اهواز مقابل فولاد خوزستان متوقف شد. در اهواز و در دیداری که برد می توانست سپاهان را به صدر جدول بفرستد، ابتدا سپاهان در دقیقه 69 از روی نقطه پنالتی به گل رسید. حالا طرفداران فولاد قصدن که تمرکز بازیکن رو به هم بزنن، ضربشو میزنن توی دروازه. توسط کیروش استنلی سوارز. کیروش استنلی با این گل در صدر جدول گلزنان لیگ قرار گرفت. اما این پایان کار نبود و در دقیقه 81 حسن بیت سعید با گلزنی برای فولاد بازی را به مساوی کشاند. لوسیانو میکره برای مهدی زبیدی. یه ارسال، فرصت برای فولاد خوزستان و ضرب از رضا میرزایی و گل مساوی فولاد خوزستان توسط حسن بسعید زده میشه. به این ترتیب سپاهان با 42 امتیاز در رتبه دوم جدول و فولاد با 26 امتیاز در رده هفتم قرار گرفت. امیر قلعه‌نویی سرمربی سپاهان و افشین قطبی سرمربی فولاد خوزستان در پایان بازی هر دو به داور مسابقه معترض بودند. مسابقه با تساوی 1-1 در چارچوب هفته 22 در دیدار دوم تک گل فرشاد سالاروند در دقیقه 64 از روی ضربه ایستگاهی نتیجه را رقم زد. سالاروند چطور ضربه‌اش رو خواهد زد و توی دروازه. در نتیجه ماشین سازی پس از چند هفته ناکامی با این پیروزی 25 امتیازی شد و به رده 9 جدول صعود کرد. پارس جنوبی هم با 25 امتیاز در رده 8 باقی ماند. بازی های هفته 22 لیگ برتر فردا شنبه با مسابقه سپید رود رشت پرسپولیس و استقلال نساجی مازندران پیگیری خواهد شد. سامان پژوهان، صدای آمریکا.